در پورتال امام خمینی که زیر مجموعه پایگاه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی هستش، یک متن خیلی خوبی در این خصوص وجود داره. من فقط اون رو روخونی میکنم. امام خمینی در چند جا فرمودند حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. حال دو سوال پیش می آید. اگر به حکومت حال حاضر نگاهی بیندازید و ببینید آیا این حکومت با این همه فساد، فحشا، فقر، بیکاری و بیبندوباری آیا لیاقت آن را دارد که امام معصوم علیه السلام نعوذ بالله جانش را فدای آن کند؟ اصلا از ازل تا حالا حکومتی بوده است که ارزش آن را داشته باشد که امام معصوم علیه السلام بخواهد جانش را فدای آن کند؟ خب جسارتا مقدمه فقط پیشفرض این سوال چون یه ذره شعبه برانگیز هستش، من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم. ببینید حکومت با نظام فرق داره. نظام ذیل حکومت و یکی از اجزای حکومت هستش و نباید این دوتا رو با هم دیگه یکی گرفت. تازه بین اصل نظام و فرع نظام هم فرق هستش. ما این همه زیر نظام ها، وزارتخونه ها، نهادها، سازمان ها، همه اینها زیر نظام حساب میشن. بر فرض که یک مجموعه فاسد باشه و این دلیل بر فساد کل حکومت نیست. تازه در یک زیر نظام معمولا درصد خیلی کمی از کارکنان اون، شاید زیر 5%، جسارت دزدی کردن، گناه کردن، ظلم و رشوه و سایر گناهان رو داشته باشند. این استقراء جزء به کل در این موضوع اصلا صحیح نیست. پس من این پیشفرض رو که در اینجا در این سوال وارد شده این رو من رد میکنم. اما بالاخره این سوال سوال مهمیه. آیا زیر نظام های فاسد و با این همه اشکال آیا این لیاقت این رو دارد که یک امام معصوم جانش را فدای آن کند؟ خب برمیگردیم به صفحه. امام خمینی در طول حیات خود در زمانهای متعدد بارها و بارها بر لزوم حفظ این انقلاب و نظام تأکید کردند. گاه از حفظ نظام تعبیر به اوجب واجبات نمود و گاه نیز با این بیان که حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. شاید این تعبیر امام برای بسیاری سنگین و سوال برانگیز باشد که چگونه حفظ نظام ما از حفظ جان جانان امام زمان ارواحنا فداه مهمتر است. اما اگر به کلام امام کامل گوش دهیم خود پاسخ این سوال را دادند. گویا امام نیز میدانست این کلام برای برخی قابل هضم نیست. امام در اول فروردین 62 در بخشی از سخنان خود در جمع مسئولان نظام به این مهم اشاره کرده و میفرمایند امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و همون که ما اصلش را دیدیم و شنیدیم. امام خمینی فرمودند حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه اسلام است، مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج است. لذا امام راحل فرمودند مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات عقلی و شرعی است و هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند. این علامت دو و سه آدرس مرجع این سخنان هستش که کسانی که علاقه دارند آدرس اون رو پیدا بکنن میتونن به این پورتال مراجعه کنن و به آدرس دسترسی داشته باشن، به اصل سند دسترسی داشته باشن. حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیاء عظام از آدم تا خاتم النبیین صلی الله در راه آن کوشش و فداکاری جان فرسا نمودند و هیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته و همچنین پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه اسلام با کوشش‌های توان فرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشیدند. حفظ جان افراد و حتی حفظ جان حاکم اسلامی که رسول خدا و ائمه علیه السلام نیز از مصادیق حاکم اسلامی‌اند جزء احکام فرعیه اسلام می باشد. این که در روایت آمده است نماز عمود اسلام است، یعنی کار عمود حفاظت از کل بناست و حاکم اسلامی هم مجری اسلام است. لذا نه ستون اسلام
با خود اسلام برابری می کند، نه حیات دنیوی مجری آن، بلکه اصل اسلام که یک نظام منسجم باشد ارجحیت بر برخی اجزا و حیات دنیوی مجریانش دارد و حکومت اسلامی نمود بیرونی این نظام منسجم فکری است. لذا حفظ نظام اسلامی بر هر امر دیگری اولویت دارد. مسامحتاً اینجا حضرت امام می‌فرمایند که حتی از حفظ جان رسول خدا صلی الله و همه ائمه واجب‌تر است. بر همین اساس است که حضرت علی علیه السلام در لیلة المبیت جای پیامبر صلی الله خوابید، چون در آن موقعیت حفظ جان رسول خدا عین حفظ اسلام بود، به خصوص که حضرتش برای تشکیل حکومت اسلامی راهی مدینه بود و حفظ اسلام بر حفظ جان علی علیه السلام ارجحیت دارد. باز بر همین اساس است که امام حسین علیه السلام با علم به اینکه خودش و خاندانش و یارانش شهید خواهند شد و اهلش به اسارت خواهند رفت، هزینه های ایستادگی دست به قیام بر ضد یزید زد، چون اصل اسلام را در حیطه عمل در خطر می دید. شاهد این ادعا آن است که وقتی مروان به حضرتش پیشنهاد نمود که با یزید بیعت کند، فرمودند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم، پس به اسلام باید و سلام گفت، چون امت به حاکمی چون یزید مبتلا گشته است. شک نیست که با وجود امام معصوم امثال یزید نمی توانند نظام فکری اسلام را نابود سازند، چون این نظام در وجود معصوم تبلور دارد، اما امثال یزید می توانند مانع از نمود بیرونی این نظام شوند. لذا امام حسین جان خود را فدا می کند تا اجازه چنین کاری را ندهد، چون وقتی فرزند رسول خدا توسط یزید کشته شد، دیگر یزید نمیتواند به نام اسلام حکومت نماید و مردم نمیپذیرند که او حقیقتا خلیفه رسول خداست. اما اگر این اتفاق نمیافتاد، او با نام اسلام حکومت میکرد. الله اکبر. اصل نظام اوجب واجبات است. اگر این اتفاق کربلا نمیافتاد، یزید با نام اسلام حکومت می کرد و افکار رژیم اموی به عنوان اسلام ترویج می گشت و اسلام حقیقی عملا از بین می رفت. کما اینکه اگر حضرت علی برای مصون ماندن از آزارها با ابوبکر بیعت می نمود یا حضرت زهرا سلام الله در دفاع از حق کوتاه می آمد، ما امروز چیزی به نام اسلام راستین در اختیار نداشتیم. آن بزرگواران در برابر ابوبکر چنان رفتار نمودند که مشروعیت او را به عنوان خلیفه رسول خدا برای همیشه تاریخ زیر سؤال رفت. البته توجه شود که امام حسین علیه السلام جان خودش را فدای اسلام می کند، نه امامت خودش را. تفکیک قائل بشید بین جان امام و امامت امام. امامت اصل اسلام می باشد و امام معصوم این خود اسلام است. لذا همان گونه که همه چیز باید فدای اسلام شود، همه چیز باید فدای امامت نیز بشود. اما امامت قائم به فرد نیست تا با فدا شدن آن فرد امامت نیز فدا گردد. نکته دیگر، حکومت قائم به شخص نباید باشد که با رفتن آن شخص آن حکومت زیر و زبر شود، مثل حکومت‌های پادشاهی، دیکتاتورها، فراعنه، مستکبران و خانواده‌های کپیتالیست و از این دست الی ماشاءالله قابل مثال زدن هست. اما حکومت منصوب به ولایت امری الله و رسول و اولی الامر با فدا شدن افراد تمام نخواهد شد و ادامه خواهد یافت برای همیشه زمان ها. خب، امام حسین شخص خود را فدای اسلام نمود، اما امامتش به امام سجاد منتقل گشت. امروز نیز اگر امر دائر باشد بین حفظ نظام اسلامی و حفظ شخص ولی فقیه یا حفظ شخص امام زمان، حفظ نظام اسلامی واجب تر است. یادمون بیاد در حوادث سال 88 امام خامنه ای در آن نماز جمعه همه دار و ندار خود و همه آبروی خود، که آبرو مهمتر از جان یک مسلمان است،
همه آن را در کف دست قرار داد و در پیشگاه خدا و ملت عرضه کرد. چرا که با حفظ نظام اسلامی ولایت نیز حفظ می گردد، اما نه در وجود شخص خاصی، ولایت خدا، رسول، اولی الامر. لذا رسول خدا از دنیا رفت و جای او را امیر مؤمنان علیه السلام گرفت و با رفتن او اسلام نرفت و به همین ترتیب ائمه علیه السلام یک به یک به دیار باقی شتافتند و هیچگاه جایشان خالی نماند. با رفتن شخص امام زمان عجل الله نیز خداوند متعال زمین را خالی از حجت نمیگذارد. همونطور که میدونیم طبق روایات حضرت پس از قیام و پس از استقرار نظام حکومت جهانی خودش شهید میشوند در مبارزات و جریاناتی که هست و لذا پس از شهادت امام زمان نیز خداوند زمین را خالی از حجت خود نمیگذارد. لذا طبق روایات آنگاه که حضرتش ظهور کرده مدتی حکومت نمود و رحلت فرمودند، امام حسین رجعت نموده و حکومت میکنند. لذا اسلام قائم به شخص امام نیست، بلکه قائم به اصل امامت است. حالا در اصل این روایت من ورود نمی کنم، راجبش تحقیق عمیقی نکردم، عبور میکنیم. حقیقت امر این است که امروز و در زمان غیبت معصوم اسلام در قالب جمهوری اسلامی ایران و نظریه ولایت فقیه نمودار گشته و در حال به اجرا در آمدن است، اگر چه هنوز بسیار فاصله داریم با آن روز که موانع برطرف شوند و اسلام تمام کمال به اجرا درآید. ولی به هر حال امروز اسلام با این نظام شناخته می شود. لذا شکست این نظام و آسیب دیدن ولایت فقیه نه شخص ولی فقیه مساوی است با شکست اسلام. الله اکبر. امروز اسلام با این نظام، با اصل نظام، گفتیم باید تفکیک کرد بین اصل نظام و فرع نظام، با اصل نظام شناخته می شود. لذا شکست اصل نظام یعنی اصل ولایت فقیه و آسیب دیدن ولایت فقیه نه شخص ولی فقیه مقام و جایگاه و موقعیت ولایت امری مساویس با شکست اسلام. حالا متوجه میشید چرا در تمام شورش ها و معارضات اپوزیسیون و مخالفان حکومت انگشت نشانه و نوک پیکان حمله به شخص آقا و مقام و جایگاه ایشان است. و اگر خدای ناکرده این نظام برافتد صدها سال طول میکشد تا اسلام راستین بتواند دوباره سربلند شود. بر همین مبنا بود که امام فرمودند حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. لذا حفظ نظام اسلامی در اسلام واجب است. البته حفظ نظام اسلامی در هر برهه‌ای از زمان به یک شکل بوده است. امام علی پس از پیامبر شایسته ترین فرد عالی برای اداره امور جامعه اسلامی بود و در حوزه اسلام بجز پیامبر اسلام هیچ کس از نظر فضیلت، تقوا، بینش فقهی، قضایی، جهاد و کوشش در راه خدا و سایر صفات عالی انسان به پای امام علی علیه السلام نمی رسید. به دلیل همین شایستگی ها آن حضرت بارها به دستور خدا و توسط پیامبر اسلام به عنوان رهبر آینده مسلمانان معرفی شده بود که از همه آنها مهمتر جریان قدیر است. از این نظر انتظار می رفت که پس از درگذشت پیامبر بلافاصله علی علیه السلام زمام امور را در دست گیرد و رهبری مسلمانان را ادامه دهد، اما عملا چنین نشد و مسیر خلافت اسلامی پس از پیامبر منحرف گردید و امام علی علیه السلام از صحنه سیاسی و مرکز تصمیم گیری در اداره امور جامعه به دور ماندند. البته این تحلیل حکومت حضرت علی و نظام ولایت امری پس از پیامبر به صورت موازی کاملا به وجود آمد و پیروان راستین اسلام و پیروان حقیقی سنت پیامبر ثقلین همواره طبق دستور امام علی و فرزندانشون زمام امور و سوالات جامعه و وظایفی که بر عهده‌شون بود رو انجام داده بودند.
امام علی علیه السلام این انحراف را تحمل نکرد و سکوت در برابر آن را ناروا شمرد و بارها با استدلال ها و احتجاج های متین خود خلیفه و هواداران او را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد، ولی مرور ایام و سیر حوادث نشان داد که این گونه اعتراض ها چندان سودی ندارد و خلیفه و هوادارانش در حفظ و ادامه قدرت خود مصرند. در این هنگام علی بر سر دوراهی حساس و سرنوشت سازی قرار گرفت، یا میبایست به کمک رجال خاندان رسالت و علاقمندان راستین خیش که حکومت جدید را مشروع و قانونی نمیدانستند به پا خیزد و با توسل به قدرت خلافت و حکومت را قبضه کند، و یا آنکه وضع موجود را تأمل کرده و در حدود امکان به حل مشکلات مسلمانان و انجام وظایف خود بپردازد. از آنجا که در رهبری های الهی قدرت و مقام هدف نیست، بلکه هدف چیزی بالاتر از حفظ مقام و موقعیت است و وجود رهبری برای این است که به هدف تحقق ببخشد، لذا اگر روزی رهبر بر سر دوراهی قرار بگیرد و ناگزیر شود که از میان مقام و هدف یکی را برگزیند، باید از مقام رهبری دست بردارد و هدف را مقدمتر از حفظ مقام و موقعیت رهبری خیش بشمارد. علی علیه السلام که با چنین وضعی روبرو شده بود، راه دوم را برگزید. او با ارزیابی اوضاع و احوال جامعه اسلامی به این نتیجه رسید که اگر اصرار به قبض کردن حکومت و حفظ مقام و موقعیت رهبری خود نماید، وضعی پیش می آید که زحمات پیامبر اسلام و خونهای پاکی که در این راه این هدف و برای آبیاری نهال اسلام ریخته شده است به هدر می رود. امام در خطبه شقشقیه از این دوراهی دشوار و حساس و رمز انتخاب راه دوم چنین یاد می کند: من ردای خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن در پیچیدم و کنار رفتم، در حالی که در این اندیشه فرو رفته بودم که آیا با دست تنها بدون یاور به پا خیزم و حق خود و مردم را بگیرم، و یا در این محیط پرخفقان و ظلمتی که پدید آورده اند صبر کنم، محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا واپسین دم زندگی به رنج وامی دارد. عاقبت دیدم بردباری و صبر به عقل و خرد نزدیکتر است، لذا شکیبایی ورزیدم ولی به کسی میماندم که خار در چشم و استخوان در گلو دارد. با چشم خود میدیدم میراثم را به غارت میبرند. امام به صبر خود در برابر انحراف خلافت اسلامی از مسیر اصلی خود به منظور حفظ اساس اسلام در موارد دیگر اشاره نموده است، از آن جمله در آغاز خلافت عثمان که رأی شورا به نفع عثمان تمام شد و قدرت به دست وی افتاد. امام رو به دیگر اعضای شورا کرده و فرمود: خوب میدانید که من از همه کس به خلافت شایسته ترم، به خدا سوگند تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و در هم نریزد و به غیر از من به دیگری ستم نشود، همچنان مدارا خواهم کرد. لذا امیر المؤمنین علیه السلام برای بقای اسلام و حفظ نظام اسلامی و عدم هرج و مرج در جامعه اسلامی 25 سال سکوت اختیار کرد و از حق خودش به خاطر عدم حضور و خواست مردم صرف نظر کرد. بلافاصله در دوران حکومت خودش حفظ نظام را در مقابله با معاویه و طاغوت دانست. یکی از نخستین اقدامات امام علی علیه السلام پس از بیعت مردم برای آغاز اصلاحات برکنار کردن کارگزاران عثمان بود، ولی سیاستمداران علاقمند به امام علیه السلام برکناری معاویه و ابو موسی اشعری را به مصلحت نمی دانستند. روی این جهت سرانجام با توضیحات بسیار و وساطت های مالک اشتر، امام علیه السلام به ابقای ابو موسی موافقت کرد، اما در مورد معاویه هرچه برای قانع کردن علی علیه السلام تلاش کردند نتیجه ای نداشت و ایشان ابقای او بر حکومت شام را حتی برای یک لحظه روا ندانست. حال سوال این است: آیا از نظر سیاسی بهتر نبود امام علی علیه السلام معاویه را در آغاز حکومت خود ابقا می کرد تا حاکمیتش استقرار یابد و معاویه همراه اهل شام با او بیعت کند و بعد او را عزل می کرد تا جنگ صفین پیش نمی آمد و حکومت اسلامی به رهبری او تداوم می یافت؟
پاسخ: اولا امیر مؤمنان علیه السلام شرایط آن روز را می دانست که معاویه به هیچ وجه با وی بیعت نمی کند، گرچه او را بر حکومت شام ابقا نماید، چرا که معاویه کینه های کهنی داشت که شطور در آن زانو می زد، چرا که امام علی علیه السلام در صدر اسلام، حنظله برادر معاویه و داییش ولید و جدش عتبه را به خاطر کفرشان یک جا به هلاکت رسانده بود. کینه شخصی معاویه با علی علیه السلام. با همه این کینه ها از طرفی هم این احتمال می رفت که معاویه حکم امام علی علیه السلام برای ابقای خیش را برای شامیان بخواند و موقعیت خود را نزد آنان محکم سازد و در ذهن آنان جای دهد که اگر او شایسته حکومت نبود، علی علیه السلام او را ابقا نمی کرد. آنگاه در بیعت با امام به مخالفت می پرداخت و از آن سر باز می زد و آنگاه در مخالفت و سرکشی قوی تر می شد. در زمان امام حسن علیه السلام هم به خاطر عدم حضور و همراهی مردم و سرداران سپاه و به خاطر حفظ و بقای اسلام و نظام اسلامی با معاویه صلح کرد. بیعت یک پارچه مردم کوفه و نمایندگان قبیله های مختلف در مسجد کوفه در روز 21 ماه رمضان سال 40 هجرت بعد از شهادت مولا الموحدین وحشت بزرگی در دل معاویه و حاکمان شام پدید آورد. آنان احساس کردند توطئه ترور آن بزرگ مر به طرفداران اهل بیت عصمت و طهارت عزمی راسختر بخشیده است و آنان را در استمرار راه خیش مصممتر ساخته است. معاویه با شنیدن اخبار فوق، یاران و نزدیکان خیش همچون عمرو عاص، قیس بن اشعث و غیره را فرا خواند، نشستی تشکیل داد و درباره چگونگی برخورد با حکومت تازه پای امام حسن علیه السلام و براندازی آن با آنان مشورت پرداخت. او گفت: چنانچه اندیشه اساسی جهت براندازی حکومت علوی نکنید، برای همیشه با تهدید مواجه خواهیم بود. پس از سخنان معاویه شورا برگزار شد. رهاورد این نشست تصمیم‌های زیر بود که اقداماتی انجام بدن، لذا جاسوسان را جهت اقتشاش و آشوب ایجاد ناامنی فرستادند و نیروهای ارشد نظامی و لشکریان امام مجتبی علیه السلام مانند فلان و فلان را تطمیع و تهدید کردند و جنگ روانی تمام عیار علیه کارگزاران صالح و متعهد و دلسوزان حضرت در شهرهای مختلف به راه انداختند و اقدامات دیگر. لذا به خاطر این توطئه‌ها و نبود یار و یاور حضرت به خاطر بقای اسلام به حفظ اسلام مجبور به صلح با معاویه شد. امام مجتبی فرمود: سوگند به خدا، من در حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم مگر بدان سبب که یارانی برای نبرد با او نیافتم، چنانچه همراهانی می داشتم شب و روز با معاویه جنگ می کردم و آنقدر به نبرد علیه او ادامه می دادم تا خداوند بین ما حکم کند. آنقدر به نبرد حق علیه باطل باید ادامه دهیم تا خداوند بین ما حکم کند. امام حسن مجتبی علیه السلام می دانستند چنانچه جنگ شروع شود معاویه همه دوستان اهل بیت علیه السلام را خواهد کشت. الله اکبر. حفظ نظام اوجب واجبات است. حفظ جان یک نفر ولو امام زمان باشد واجبتر است. اگر نظامی باشد جان و مال و نوامیس مؤمنان در امان است. چنانچه جنگ شروع شود معاویه همه دوستان اهل بیت را خواهد کشت. از این رو فرمود: من ترسیدم ریشه مسلمانان از روی زمین کنده شود، خواستم برای پاسداری و حفاظت از دین نگهبانی باقی بماند. و در جای دیگر فرمود: حفاظت شیعه از نابودی و کشته شدن مرا ناگزیر به مصالحه ساخت، پس مناسب دیدم جنگ را به روزی دیگر واگذارم. تکلیف انسان بر اساس اوامر الهی هر روز بگونه ایست و باید آن را انجام دهد. امام حسین علیه السلام نیز در کربلا بعد از سرکار آمدن یزید برخلاف پدرش که ظاهر اسلام را حفظ کرده بود، پایبند به ظاهر اسلام هم نبود. در یک طرف حکومت شیعیان رو داریم و در طرف دیگر حکومت سفیانی ها رو داریم.
که به قراردادها عمل نکردند. امام حسین علیه السلام برای احیای اسلام و بر پایه حکومت و نظام اسلامی همه هستی خودش را فدا کرد. امام حسین علیه السلام با هدف احیای دین خدا قیام و حرکت خیش را آغاز کرد. در مرحله نخست اگر ممکن است با تشکیل حکومت اسلامی و در غیر این صورت با شهادت خود و یارانش به مقصود بزرگ خود برسد. به هر حال میبایست دین از دست رفته و سنت فراموش شده ی رسول خدا را زنده کرد و چه کسی سزاوارتر از فرزند رسول خداست که پیشگام چنین حرکتی شود. امام حسین نخست با این جمله زمانی که امت اسلامی گرفتار زمامداری مثل یزید شود باید فاتحه اسلام را خواند، تصریح کرد که با وجود خلیفه‌ای همچون یزید فاتحه اسلام خوانده است و دیگر امیدی به بقای دین خدا در حکومت یزید نمی رود. همچنین در نامه‌ای به جمعی از بزرگان بصره به بدعت‌های موجود در جامعه اشاره کرده و هدفش را از قیام بر ضد حکومت یزید، احیای سنت و مبارزه با بدعت‌ها معرفی می‌کند. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می‌خوانم، چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین برده و بدعت در دین را احیا کرده اند. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید شما را به راه راست هدایت می کنم. آنگاه که در مسیر کربلا با فرزدق ملاقات می کند به روشنی از بدعتها و خلافکاری های حاکمان شام و قیام برای نصرت دین خدا سخن می گوید. اینان گروهی هستند که پیروی شیطان را پذیرفتند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند و در زمین فساد را آشکار ساختند و حدود الهی را از بین بردند. باده‌ها نوشیدند و دارایی‌های فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و من از هر کس به یاری دین خدا و سربلندی آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم تا آیین خدا پیروز برتر باشد. حفظ نظام اوجب واجبات است. نظام برای آیین خدا. تعبیراتی با این مضمون در کلمات و خطبه های امام حسین بسیار دیده می شود. این مطلب را با جمله دیگری از آن حضرت پایان می دهیم. آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد؟ در چنین شرایطی بر مؤمن لازم است مشتاق دیدار پروردگارش باشد، یعنی آماده شهادت شود. امام حسین علیه السلام با این کلمات هم هدف خیش را از قیام به حرکتش بیان می کند و هم آمادگی خیش را برای شهادت در طریق مبارزه با باطل و احیای دین خدا اعلام می دارد. بنابراین روشن است که یکی از اهداف مهم قیام امام حسین علیه السلام احیای دین خدا، مبارزه با بدعت‌ها و مفاسد دستگاه بنی امیه و رهایی اسلام از چنگال منافقان و دشمنان خدا بود و در این راه موفقیت بزرگی نصیب آن حضرت شد. هرچند آن حضرت و یاران با وفایش به شهادت رسیدند ولی تکانی به افکار خفته مسلمین دادند و لرزه بر اندام حکومت جباران افکندند و در نتیجه اسلام را زنده ساختند و از اضمحلال دستاوردهای نهضت نبوی جلوگیری کردند و مسلمانان را از حیرت و گمراهی نجات دادند. و در زیارت معروف اربعین می خوانیم حسین خون پاکش را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت و حیرت و گمراهی نجات دهد. حفظ نظام از اوجب واجبات است. از حفظ جان یک نفر ولو پیامبر اسلام باشد، ولو حضرت علی علیه السلام باشد، ولو فرزندان پاک و مطهرش باشد، ولو امام حسن و امام حسین باشد، واجبتر است تا دین خدا سربلند و مستدام باقی بماند.